سلام دوستان عزیز، نام جمع شید است و ما امروز میخوام برایتان در مورد ویروس کرونا کمی معلومات بدم و اینکه چگونه از پخش شدن و بیشتر شدن بیماران این ویروس جلوگیری کنیم. در قدم اول اینکه ویروس کرونا چیست؟ ویروس کرونا یک ویروس جدید تنفسی است که از طریق تماس با اشخاص آلوده به این ویروس به دیگر افراد سرایت می کند. اشخاصی که مبتلا به این ویروس هستند معمولاً سرفه، ریزش، تب بالا و یا در بعض مواقع کاملاً صحتمند به نظر می رسند. و اینکه چه کسانی می توانند آلوده به این ویروس شوند بستگی به یک قوم و ملیت و دین و این چیزها ندارد و هر کسی می تواند ناقل این ویروس باشد و راه های انتقال این ویروس بیشتر تنفسی هستند. به طور مثال در موقع صحبت کردن اگر با شخص مقابل نزدیک باشیم از طریق لعاب دهان یا تنفس و یا لمس کردن دست یا بغل کشی می تواند از یک شخص به شخص دیگر منتقل شود. و یا اینکه اگر دستتان را به جای آلوده بزنید و دهان، بینی و چشمانتان را با دستان ناشسته لمس کنید. برای جلوگیری از گسترش این ویروس نکات زیر را رعایت فرمایید. اول اینکه دستانتان را باید روزانه چندین بار با آب و صابون بشویید. خودداری از تماس گرفتن با اشخاصی که آلوده به این ویروس هستند و یا اشخاصی که دارای بیماری های تنفسی هستند. در هنگام ملاقات با دیگران حفظ نمودن فاصله حداقل یک متری ضروری است. حفظ صحه تنفسی یعنی در مورد این که چگونه مانع ورود این ویروس از راه های تنفسی به یک دیگر شوید. در موقع عطسه زدن، سرفه کردن از یک دستمال کاغذی استفاده کنید و بعد دستمال را دور بیندازید. از نوشیدن آب در پیاله و یا بوتل و یا ظرفی که یک شخص دیگر استفاده می کند خودداری کنید، بخصوص در زمان ورزش. از دست زدن به دهان، بینی و چشمانتان خودداری کنید، بخصوص وقتی که از بیرون داخل خانه میایید. اول دستانتان را بشویید و بعد به صورتتان دست بزنید. از خوردن داروهای آنتی وایرال یا آنتی بیوتیک خودداری کنید، مگر اینکه از طرف دکتر معالجتان تجویز شده باشد. مکان بود و باشتان را با کلورین و یا مواد حاوی از الکل بشویید تا ویروس را از بین ببرد. استفاده از ماسک همیشه ضروری نیست، فقط در صورت از آن استفاده کنید که شک این وجود داشته باشد که خودتان ناقل ویروس هستید و یا این که شخص بیماری را پرستاری می کنید. علاوه بر این، حکومت ایتالیا برای جلوگیری از سرایت بیشتر این بیماری و این ویروس خطرناک از همه شهروندانش می خواهد تا از بیرون شدن از خانه خودداری نماید. فقط به بعضی دلایل خیلی خاص شما می توانید از خانه بیرون بروید و آن این که شما کاری داشته باشید و فعالیتی داشته باشید
که بند نباشد و به طرف کار روانه شوید، و یا اگر با دکتر و یا در شفاخانه یا بیمارستان وقت داشته باشید، به یا که برای خریدن مواد خوراکی از خانه بیرون بروید، و چهارمین که کار خیلی عاجل و ضروری باشد. به هر صورت وقتی شما از خانه بیرون می روید، پلیس مسئول می تواند شما را ایستاده کند و از شما در مورد دلیل بیرون بودن از خانه پرسان کند و حتی به شکل کتبی از شما اظهار می خواهد که چرا بیرون آمدید، و اگر دلیلی که به او ارائه می کنید قانع کننده نباشد، این یک جرم شناخته می شود و پیگرد قانونی دارد. و در صورتی که شما به پلیس دروغ بگویید، این هم یک جرم است و پیگرد آن خیلی جدی خواهد بود. در صورتی که تست کروناتان مثبت باشد، لطفاً از خانه بیرون نروید. و یا اینکه در صورتی که تب بدنتان از 37.5 بیشتر باشد، لطفاً فوراً به دکتر خانوادگیتان تلفن بزنید، تماس بگیرید و برایش بگویید. و یا اینکه به شماره اضطراری 1500 زنگ بزنید و برایشان موضوع را بگویید. از رفتن به بیمارستان ها، کلینیک ها و یا شفاخانه ها کاملا پرهیز کنید، به خاطر که رفتن شما به آن جا می تواند بیماران دیگر را مبتلا به ویروس کند و یا حتی کارمندان آن بخش که شما می روید از این ویروس ابتلا شوند. و تا با رفتنتان باعث بیماری کارمندان شفاخانه نشوید و باقی بیماران را مبتلا به این ویروس نکنید، چون میتواند باعث مرگ بیماران شود. و دیگر اینکه ما در این حالت همه مسئول هستیم تا برای مبارزه و از بین بردن این ویروس سهم بگیریم و با دولت و حکومت همکاری کنیم. تشکر، سهرمند باشید.